بسم الله الرحمن الرحیم. خانم آقایان سلام، شب بخیر. افتخار این رو دارم که با گفتگوی ویژه خبری امشب در خدمت شما باشم. کشورمون با داشتن حدود 8000 گونه گیاه دارویی از لحاظ تنوع گیاهی در دنیا جایگاه ویژه‌ای داره و میتونه ظرفیت قابل توجهی برای به دست آوردن بازارهای جهانی در این زمینه داشته باشه و حتی برخی از کارشناسان ادعا میکنن که توسعه کشت و تولید گیاهان دارویی میتونه جایگزین صنعت نفت شه و این یعنی همان رسیدن به اقتصاد دانش‌بنیان که میتونه نقش مؤثری در رشد اقتصادی و خروج از رکود داشته باشه. اما اینکه چرا با وجود تمام ظرفیت‌ها و توانایی‌هایی که داریم در تجارت بین‌المللی سهم قابل ملاحظه‌ای نداریم، سوال مهمیه که برای جواب اون امشب میزبان آقای دکتر دلیری، معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری هستیم. اینجا دومین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده‌های طبیعی و طب سنتی ایران بود که امروز به کار خودش پایان داد. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور هدف از برگزاری این جشنواره و نمایشگاه رو اینگونه عنوان کرد. هدف نمایشگاه همونطور که نمایشگاه اولم بود، خب توی این نمایشگاه خیلی پررنگ‌تر هست، پس تجاری سازیه. ستاری حتی معتقده، من مطمئنم این حوزه اگر درست پیگیری بشه قطعا تو صادرات در واقع نفتی ما میتونه جایگاه اول رو داشته باشه. آقای معاون اول هم میگه در بین رشته هایی که میشود اقتصاد دانش بنیان یکی از جهتگیریاش باشه حتما گیاهان دارویی هست. اما با همه این پتانسیل ها متاسفانه سهم ما از صادرات حدوداً 100 میلیارد دلاری این صنعت فقط 450 میلیون دلار هستش. با همین پتانسیل بالا و سهم ناچیز، شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشمندان ایرانی در زمینه این صنعت بسیار فعال هستند. همکار ما که سری به این نمایشگاه زده بود با موارد جالبی مواجه شد، از جمله این شرکت که تنوع محصولات ما بیش از 50 فرمولاسیون هستش که در مرکز تحقیقات ما فرموله شده. یک شرکت هم نهایت استفاده از انحصار بلا منازع در زمینه زعفران و زرشک رو برده بود و این محصولات رو تولید کرده. قرص جوشان زعفران، قرص جوشان زرشک، آدامس زعفرانی و محصولات دیگه از زعفران که میتونه یه تنوع مصرف رو به وجود بیاره. این زرشک میبینی یه زرشک ارگانیکه، برای اولین بار در واقع این زرشک عرض بزرگشون تو بازارهای اروپا با بسته‌بندی ایران با نام و نشان ایران داره صادر میشه. دانشمند و این شرکت هم موفق به تولید پودر و عصاره گیاهان دارویی شدن که در کنار اون یک موفقیت دیگر رو هم کسب کردن. این انحصار از کشورهای آمریکا، ژاپن و آلمان گرفته شده و چهارمین کشور هستیم تو دنیا تونستیم این کار انجام بدیم. توی این نمایشگاه یک شرکت هم محصولی تولید کرده که اولین در نوع خودش در جهانه. داروی درمان قطعی سردردهای میگرنی هست این دارو، به عنوان داروی میگرهید. مشابه خارجی داره؟ مشابه خارجی نداره. اولین داروی درمان میگرن در جهان رو تولید کردیم. جهانگیری در حاشیه این نمایشگاه عنوان کرد برخی از محصولات این شرکت‌ها بازار آسیایی، اروپایی و حتی آمریکایی دارند. با این وجود چگونه میتوان سهم جمهوری اسلامی ایران از این صنعت پولساز رو بیشتر کرد؟ دکتر دلیری سلام، خیلی خوش آمدین به گفتگوی ویژه خبری. گیاهان دارویی میراثی با ارزش برای سلامت بشری محسوب میشه و در نقشه 20 ساله کشور هم توجه ویژه‌ای به توسعه این امر مهم شده. در ابتدا خواهش می‌کنم تاریخچه در ارتباط با صنعت گیاه دارویی در کشورم توضیح بفرمایید که به کجا برمیگرده، کی به صورت جدی مورد بررسی و تحقیق قرار گرفت. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم به خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز. صنعت گیاهان دارویی خب دوره طولانی رو در دنیا و در کشور ما برای عنوان صنعتی شدن طی نمی‌کنه، ولی تاریخش اون برمیگرده به نیاکان ما که در گذشته اونها از گیاهان دارویی برای درمان استفاده می‌کردن. در یک دوره زمانی این نوع نگاه به هر حال از زندگی روزمره مردم کم رنگ تر شد و داروهای شیمیایی جایگزین شد، ولی خوشبختانه حدود 10 سال است در کشور ما و حتی کشورهای پیشرفته داروهای گیاهی مجددا مورد اقبال به هر حال مردم قرار گرفته و
مجدداً با تبدیل این گیاهان به داروهای گیاهی به بهره برداری و استفاده آنها در زندگی روزمره مردم مورد اقبال قرار گرفته. کشور ما با ایجاد معاملات علمی فناوری اولین قدمی که در راستای گیاهان دارویی برداشت ایجاد ستاد گیاهان دارویی و طب سنتی که برای اینکه بتونه تو این حوزه برنامه‌ریزی و سیاست گذاری صورت بگیره که ما بحث گیاهان دارویی رو از گیاه به داروهای گیاهی تبدیل کنیم و در این خصوص برنامه‌ریزی کنیم که خوشبختانه نمایشگاه‌هایی که شاهد اون بودی با برنامه‌ریزی‌هایی که صورت گرفته و ایجاد انسجام در این حوزه باعث ارتقای سریع این حوزه بودیم که خوشبختانه سرعت ارتقای این حوزه فناوری از سایر فناوری‌هایی که معاملات علمی مورد حمایت قرار داد بسیار بیشتر. با توجه به اینکه حالا در صحبت‌های شما هم اشاره شد ایران میتونه کانون گیاهان دارویی جهان محسوب بشه به خاطر تنوع بالای گیاهان دارویی که در کشورمون وجود داره، میخوام بدونم نقش صنعت گیاهان دارویی در توسعه کشورمون به لحاظ اقتصادی و همون اقتصاد دانش بنیان که از تاکید مقام معظم رهبری هم هست چه میتونه باشه و الان در کجای کار هستیم؟ ببین این صنعت صنعت بسیار پردرآمدی است. اشاره فرمودین حضرت عالی که 100 میلیارد دلار در دنیا صادرات گیاهان دارویی است. ما 450 میلیون دلار صادرات داریم. یعنی رسما هیچ. خیلی 1200 بیشتر. اونم بیشتر خیلی. حجم صادرات مربوط به زعفران. اونم زعفران هست بیشتر است. خب 1% بسیار پایین است. ولی این درصد پایین باز هم شرایطی که برای کشور حاکم شده برای بحث این حمایت از این حوزه در کوتاه‌ترین زمان در سال‌های گذشته که نه چندان دور ایجاد امید می‌کنه که ما در آینده این نزدیک بتونیم سهم بالایی را از دنیا بگیریم. ما تو بحث مثلا اسانس گل محمدی 5% صادرات گل محمدی دنیا را داریم. این 5% صادرات توسط یک شرکت گل محمدی تولید گل محمدی در کرمان انجام میشه. خب پس این ظرفیت وجود داره ما بتونیم حتی با ارتقای تولید این محصول با توسعه حمایتی خودمون از این محصولات خب درصد بالاتری را از دنیا داشته باشیم. بررسی هایی که در ستاد گیاهان دارویی ما صورت گرفته و حمایت های مادی و معنوی که ما در معاملات از این شرکت هایی که تو این دوره کوتاه ایجاد شدن داشتیم به این جمع‌بندی رسیدیم که یک صنعت بسیار پرسودی است، چرا که ما در حمایت هایی که در معاونت داشتیم از شرکت هایی که در حوزه فناوری حمایت کار کردن، حوزه دانش بنیان فعالیت داشتن، تنها شرکت هایی که امکان بازگشت 100% تحصیلات حمایتی رو داشتن شرکت های گیاهان دارویی بود. نشون میده این حوزه هم دارای بازار خوبی است، هم امکان صادرات داره و هزینه های پایین تری داره. خب وقتی که ما به نکته برگشت تسهیلات 100% مواجه بودیم با پرداخت تسهیلاتی با کمترین ضمانت ها نشون میده که شرایط بازار خوب حاکم است. خب لذا باید برنامه‌ریزی تو این صورت مجموعه صورت بگیره. ما در کشورمون همینجور اشاره فرمودی 8000 گونه گیاه دارویی داریم، حداقل 2300-400 این گونه ها امکان صنعتی شدن دارن، یعنی اینها رو میشه تبدیل به دارو کرد. خب که تعداد از این گونه ها مختص ایران هست. خب بله، خوشبختانه این نکته بسیار مثبتی است. ما از نخلین تقریبا 1700 گونه داریم که اختصاص کشور ایران هست. خب این میتونه ورود این صنعت و تولید اینها و تبدیل اینها و صنعتی کردن این گونه ها به داروهای گیاهی بازار خوبی را در دنیا داشته، قطعا رقیبی در که دنیا برای ممکن گونه های ما وجود نخواهد داشت. ما در نمایشگاهی که داشتیم در دومین نمایشگاه 2100 گونه را عرضه کردیم در قالب 350 شرکت. در این دو سالی که بین نمایشگاه اول و دوم که برگزار شد وجود داشت کاملا ارتقای صنعت ملموس بود. ما در نمایشگاه اول 170 شرکت در این حوزه حضور پیدا کردن در نمایشگاه گیاهان دارویی. در نمایشگاه دوم
حتی در نمایشگاه اول 170 شرکت با 800 گونه گیاه داری. در نمایشگاه دوم که دو سال بعدش در امسال برگزار شده هفته جاری، ما شاهد بودیم که بیش از 450-500 شرکت متقاضی بودن که ما ظرفیت نداشتیم 350 شرکت را بیشتر پذیرش نکردیم، یعنی که مرتبه بیش از دو برابر توسعه پیدا کرد. حضور برها سرمایه گذاران ما، متخصصین ما در حوزه داری، حوزه برای برنامه‌ریزی بحث تولید گیاهان داره و با 2100 گونه محصول، خب قاعدتاً بیش از سه برابر ما ارتقا محصول داشتیم در این تولید. مراکز حمایتی یا مراکز علمی که در این نمایشگاه حضور داشتن، در نمایشگاه اول 40 واحد بود و در این نمایشگاه بیش از 90 واحد، یعنی اقبال و مشارکت واحدهای علمی و اجرایی کشور هم در این نمایشگاه ملموس بود. لذا هم اقبال بخش خصوصی در این صنعت ملموس هست و هم حمایت‌های دولت. ما بعد از برگزاری نمایشگاه اول شاهدی بودیم که در مجموعه وزارت بهداشت و درمان و معاونت طب سنتی ایجاد شد، یعنی نگاه حوزه بهداشت درمان ما به این صنعت ملموس شد و چتر حمایتی خودش رو به این صنعت پهن کرد و برنامه مفصل و مدونی در این صنعت با حمایت معاونت این فناوری تدوین کرد. خب این امید رو ایجاد کرد که بتونه شرکت هایی تو این حوزه فعالیت می کنند امکان تولید و ارتقا و همچنین صنعت صادرات رو بتونن توسعه بدن. ما در این نمایشگاه کار جدیدی رو انجام دادیم. متخصصین طب سنتی ما به صورت رایگان مردم رو ویزیت می‌کردن، بیش از روزانه 10 پزشک حضور داشتن و شاهد صف‌های طولانی استقبال مردم بودیم که پاسخگوی نیاز مردم نبود. خب این نشون میده که فرهنگ استفاده از گیاهان داروی طب سنتی در کشور ما در حال رشد و ارتقا است و میطلبه که برنامه‌ریزی دقیق‌تری صورت بگیره که این نیازی که در جامعه احساس شده پاسخگو باشه. در نمایشگاه برگزاری دوره‌های آموزشی برای مردم بودیم، کارگاه‌های آموزشی، و در این کارگاه حوزه‌های مختلف که در نمایشگاه نمایش گذاشته بود آموزش داد. بازم در این کارگاه‌ها استقبال در حدی بود که ما به هر حال از بین افراد انتخاب صورت می‌گرفت و پاسخگو نبود و ما به این نتیجه رسیدیم که باید سرعت حمایت از این صنعت رو توسعه بدیم، چرا که اقبال عمومی در جامعه ایجاد شده. آقای دکتر، با توجه به تمام توضیحاتی که شما فرمودین در خصوص حالا اتفاقات خوبی که افتاده، استقبال زیادی که شده، کارهای جدیدی که صورت گرفته، اما چیزی که مهمه اینه که با وجود تمام این ظرفیت‌ها و توانایی‌هایی که شما فرمودین ما داریم، اما اینکه واقعا چرا سهم ما در تجارت بین‌الملل اینقدر ناچیزه؟ حالا به عقیده کارشناسان شاید کمتر از 2% سهم ما در کل تجارت بین‌المللی باشه. همه اینها زمانی به نظر من نتیجه میده که ما در عمل، در زمانی که بتونیم به لحاظ اقتصادی شاهد یک اتفاق ویژه‌ای باشیم، نتیجه داده. که خیلی از کارشناسان حتی اعلام میکنن که ما اگر بتونیم، در مقدمه ابتدایی برنامه من توضیح دادم، به درستی از این سند استفاده کنیم، حتی میتونه جایگزین صنعت نفت بشه. اما واقعا اونطور که باید و شاید با توجه به نمایشگاه، هزینه هایی که صرف میشه، استقبالی که صورت میگیره، اما در عمل اون چیزی که باید دیده شه دیده نمیشه و شاید حالا یک نمایشگاهی برگزار شه، تموم شه و بره. ما تو این سند باید نگاهمون نگاه صادراتی باشه. قطعا سوال ما هم همینه. چرا نگاه صادراتی نبوده تا به امروز؟ خب قطعا ما دوره زمانی طولانی طی نکردیم که حمایتی این صنعت رو. 6 سال 7 سال یعنی زمان کافی نبوده. خب برنامه‌ریزی بوده. ما عملا 2 سال هست که با استارت نمایشگاه اولی این فضا در جامعه ایجاد شد که میباید به این توجه ویژه‌ای بشه. خب در سالهای اول بیشتر متولیان هم بحث برنامه‌ریزی و انسجام در بحث مجموعه گیاهان دارویی را داشتن. ما در معاونت علمی فناوری اولین نگاهی که به این صنعت داشتیم با این
ایجاد زیرساختی که الان وجود اومده، مجموعه بسیار خوب شرکت هایی که در این حوزه ایجاد شدن و فضای ارتباط صادراتی که ایجاد شده، به این نتیجه رسیدیم که ما باید توجه کنیم به بحث برند و یک برند ملی تعریف کنیم برای این کار. و الان تعریف شده برند ملی، ما یک بازاری شناسایی کردیم در چین. چین میدونه یک کشور بسیار غنی است در بحث گیاهان دارویی. در سالهای گذشته شرکت های ما به حمایت معاونت علمی در نمایشگاه شنزن چین شرکت کردند و شاهد این بودیم که استقبال بسیار خوبی از این محصولات ایرانی شد، در حدی که شرکت های شرکت کننده اعلام کردند که تمامی نمونه های ما فروش رفت و قراردادهای بسیار سنگینی بسته شد. یکی از این شرکت ها که در این نمایشگاه شرکت کرده بود، بعد از بازگشت به ایران قراردادی که در چین منعقد کرده بود، مجبور شد که ماهیانه پروازهای چارتر باربری داشته باشه کشور، در حالی چین یک کشور بسیار غنی است در بحث گیاهان دارویی. نشون میده که ظرفیت صادراتی خوبی وجود داره، ولی قاعدتا ما نمیتونیم با محصولات مستقل، با برندهای مجزای توسط شرکت ها حضور فعال در مجموعه خارج کشور داشته باشیم. ما به این نتیجه رسیدیم که بتونیم برای گروه های مختلف برندهای ملی خاص تعریف کنیم. اولین برند رو تعریف کردیم به نام برند سینا که 50 شرکت عضو این برند شدن. بحث صادرات به چین رو الان جدی گرفتیم. این برند چه شناخته شده است؟ خب الان قرارداد خیلی خوبی در چین داره و مستقر شده، یک مرکز در چین ایجاد شده و شرکت های این 50 شرکت دارن صادرات رو به چین. یعنی ما تنها یک برند داریم که خب اول کار هست. ما این نظریه حوزه های مختلف رو باید قاعدتا زیر برندهای مختلف ببرین. اینو به من اولین تجربه کار چیز کردیم، استقبال خوب شد، بازم داره استقبال میشه. قاعدتا باید با چند برند وارد بشیم، ولی برندهایی که بتونن در بازار جهانی جای خودشون رو پیدا کنن، قاعدتا باید ما تمرکز بیشتری داشته باشیم رو اونها که بتونیم بازارهای جهانی رو ان شاء الله. ببینید شما فرمودید که سهم صادرات گیاهان دارویی 100 میلیارد دلاره که از این میزان فقط و فقط سهم کشور ما 450 میلیون تومانه که جای تاسف داره با وجود اینکه ما میتونستیم سهم بالایی داشته باشیم که حجم عمده‌ای هم از این رقم مربوط به صادرات زعفرانه. بفرمایید که الان مشکل اصلی ما برند آیا، یعنی اگر این مسئله حل بشه و سهم صادرات ما افزایش پیدا می‌کنه؟ مشکلات دست چندی مشکل دست به دست هم داده. یکی اینکه به هر حال قوانین دستپاگیر تاییدیه‌های داروهای گیاهی است در کشور ما. قطعا هر محصول گیاهی دارویی تبدیل به داروی گیاهی بشه باید تاییدیه وزارت بهداشت رو بگیره. پروسه تایید پروسه طولانی است. خب قاعدتا این رو ما باید برنامه‌ریزی کنیم در مجمع وزارت بهداشت سریع‌تر صورت بگیره. ما الان بیش از 40-50 شرکت نیست که تونستن که تاییدیه رو بگیرن. خب تعداد زیادی انتظار هستن که بتونن تاییدیه رو داشته باشن. خب این تاثیر بسیار به سزایی در بحث صادرات میشه. به مزید داروی گیاهی به کشوری صادر میشه، اولین چیزی که نیاز داره تاییدیه مجموعه بهداشت اون کشور است. ما بعد از اینکه تاییدیه وزارت بهداشت خودمون بگیره، قطعا باید تاییدیه وزارت بهداشت کشور مقصد رو هم داشته باشه. اون هم یک دوره زمانی طولانی رو طی می‌کنه. اینو با تسهیل کنیم، این اولین نیاز یک داروی گیاهی است که ما بتونیم صادرات داشته باشیم. در این زمینه‌ای تعامل شده با وزارت بهداشت؟ خب قاعدتاً نگاه وزارت بهداشت با توجه که معاونت خاصی برای این مجموعه ایجاد کرد، نگاه مثبت بوده. ولی خب در ارزیابی‌ها باید تیم‌های تخصصی خاصی داشته باشیم که نگاهش از داروهای شیمیایی مستقل بشه. دومین مطلبی که وجود داره برای بحث صادرات، یافتن بازارهای هدف خاص هست. یعنی ما ببینیم با توجه اقبالی که در دنیا وجود داره به گیاهان دارویی و داروهای گیاهی، شناسایی بازارهای هدف. خب این یافتن بازارهای هدف به عهده کجاست؟ خب قاعدتا مجموعه سازمانهای تجارت و مجموعهایی که توی زمینه فعالیت میکنن کمک شایانی میتونن کنن. اتاقهای بازار، اتاقهای بازرگانی کمک خوبی میتونن انجام بده. یا خود اتحادیه‌هایی که ایجاد شده در مجموعه شرکت‌های دانشبریان و مجموعه گیاهان دارویی میتونه توی زمینه کمک کنه. ما هم در معاونت علمی فناوری قدم‌هایی در این زمینه برداشتیم. هم در کشور عراق ما بخش خصوصی را فعال کردیم که نمایندگی بزنه برای بحث بازاریابی، هم در کشور چین و برنامه‌ریزی برای سایر کشورها هم صورت گرفته که بتونیم ما
به با نمایندگی بخش خصوصی در این کشورها بازاریابی برای مجموعه دانش بنیان حالا بلخص در قطعا حالا وظیفه بازاریابی و ارتقای کیفیت حالا جدا از مواردی که شما فرمودین به عهده شرکت‌های دانش بنیان و به هر حال همه از شرکت‌های دانش بنیان این انتظار رو دارن. من فکر کنم جدا از مواردی که شرکت‌های دانش بنیان خیلی خوب عمل کردن در این زمینه خیلی موفق عمل نکردن. خب دوره زمانی کوتاه بوده خانم چاوش، به این منظور که ما هنوز نتونستیم تولید داخلمون، نیاز داخلمون با تولیدمون کامل پاسخ بدیم، ولی با این حال شرکت ها به صورت پراکنده به بازارهای اروپایی هم ورود داشتن. ما بعضی شرکت هامون به بازارهای فرانسه، آلمان، چین و خیلی کشورها صادرات دارن، ولی این صادرات پراکنده بوده، انسجام وجود نداشته. این انسجام را با ایجاد حالا یا برند یا اتحادیه یا سندیکه های دور هم بتونیم ورود داشته باشیم و بتونه هزینه بازاریابی رو کاهش بده. این آقای دکتر، همین مسئله که شما فرمودین به لحاظ حال زمان هزینه های زیادی برای کشور ما داشته، همین ضعف کشور ما در حوزه برندسازی حالا در خصوص گیاهان دارویی باعث شده که بسیار از کشورهای دیگه بیان از گیاهان داخلی کشور ما برندسازی کنن و با قیمت چند برابری اونو صادر کنن، گیاهانی که فقط در کشور ما به لحاظ دارویی تولید میشه و در جای دیگه نیست و استقبال هم ازش زیاد میشه، به عنوان مثلا همین ریشه شیرین بیان که در کشور ما شاید مردم خیلی ازش استقبال نکنن، خیلی هم طرفدارش نباشن، اما در کشور های دیگه طرفداران زیادی داره، اومدن با قیمت چند برابری هم صادرات کردن. یه مقدار ما تو بسته‌بندی تو این زمینه مشکل داریم که مستقیم نمیتونیم با کشورهای دیگه که از محصول ما استفاده میکنن. دقیقاً در زمینه بسته‌بندی مثلا در خصوص زعفران در کشور ما حالا اگه اشتباه نگم حدود 3 میلیون تومان کیلوی اسپانیا اومده، همین محصول با برندسازی دقیق و با بسته‌بندی خیلی جذاب 14 میلیون تومان به فروش میرسونه. بله، ما متأسفانه شرکت‌های ما خیلی به این موضوع توجه نمی‌کنن. خب چرا آیا این که زمان کمی بوده قابل توجیه به نظر شما؟ این به چی برمیگرده؟ شناخت از بازارها و شناخت از به هر حال نحوه حضور در بازارها میتونه خیلی کمک کنه. حضور این عزیزان در نمایشگاه و رویت شرکت‌های و کالاهای حاضر در نمایشگاه ها میتونه شرایطی براشون فراهم کنه که محصولشون رو چجوری باید عرضه کنن. لذا ما حداقل تو بحث گیاهان دارویی تو این زمینه حضور کمرنگی داشتیم که به هر حال عرضه این محصول باید به چه شکل باشه که مورد اقبال واقع بشه، و حتی شرکت‌های ما ممکنه بی اطلاع باشن از میزان تفاوت قیمت این محصول به صورت فلعه یا با به هر حال بسته‌بندی کیفیت پایین یا با نسبت به بسته‌بندی با کیفیت بالا. خب قاعدتاً تو این زمینه حضور در بازار جهانی میتونه ذهنیت بسیار مثبتی برای نحوه ایجاد بسته‌بندی مناسب ایجاد کنه. حالا جدا از حضور در بازارهای جهانی، در این نمایشگاه‌هایی که برپا شده و در کشور خود ما به لحاظ بسته‌بندی‌های به استانداردسازی مناسبی رسیدیم؟ خب تعریف شده برند، اصلا تعریف شده در این حوزه در کشور ما؟ ببین، ما در این نمایشگاه حتی شاهد این بودیم تعاملات خوبی بین شرکت‌های موفق و سایر شرکت‌هایی که هنوز نتونستن حضور به بازارهای جهانی پیدا کنن وجود داشت. یعنی این تعاملاتی که در نمایشگاه ایجاد شد الگو برداری صورت گرفت. خب ما تو بحث استاندارد خب یه مقدار تو این زمینه خیلی خوب عمل نشده متاسفانه. در هر زمینه‌ای که میگیم خیلی خوب عمل نکردیم. خوب عمل نشه. ما اگه تو استاندارد توجه می‌کردیم، در استاندارد خیلی خوب عمل نکردیم، در بسته‌بندی خیلی خوب عمل نکردیم، در برندسازی خیلی خوب عمل نکردیم. خب این باید یک انسجام عمومی باید ایجاد بشه که انشالله بتونی همه اینا ضعف‌ها دست. انسجام عمومی یعنی چی؟ خب سازمان‌های متولی این کار با هم هماهنگ بشن. ما توی بحث صادرات، بلخص الان تو بحث گیاهان دارویی که بحث ماست، مجموعه وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان استاندارد، مجموعه مراکز علمی ما، اینها باید کنار هم قرار بگیرن، احساس مسئولیت کنن که به هر حال صادرات تو محصولات غیر نفتی میتونه بحث تحریم های ما رو، تاکیدات زیادی که میشه در خصوص صادرات غیر نفتی، واقعا کی باید این سازمان ها و ارگان هایی که شما فرمودید به این نتیجه برسن که بابا صادرات خیلی مهمه، حالا در خصوص چیزهای مهمی که کشور ما داره به لحاظ اقلیمی، سرزمینی و طبیعی، که با خدا رو شکر کنیم ما همچین فضایی داریم به لحاظ توسعه و کشت گیاهان دارویی، چرا اونطور که باید بشه استفاده نمی کنیم؟ دیگه کی اون زمان فرا میرسه که بنشینیم و یک فکر اساسی بکنیم برای این قضیه؟ ما امیدوار هستیم، ما با
شرایطی که روز به روز روز به افزایش است، امیدوار هستیم که این شرایط در ان شاءالله سال آتی توسعه پیدا کنه. ما امروز در پایان اختتام این نمایشگاه به شرکت ها اعلام کردیم نمایشگاه دو سال آینده رو ما فقط برای صادرکننده ها گیاهانداری خواهیم داشت، یعنی ترغیب کنیم سازمان ها رو دولتی رو متقاعد کنیم توی زمینه ورود داشته همکاری داشته باشن، شرکت ها هم به هر حال انگیزه ایشون ایجاد بشه که برای زودن نمایشگاه باید بازارهای جهانی ورود پیدا کنن. قطعا معاونت علمی فناوری خودش تو این زمینه برنامه‌ریزی همینجوری که داشته برنامه‌ریزی خواهد داشت که ان شاءالله بتونیم راه را باز کنیم، وگرنه اگر که منتظر باشیم همه به طور عادی وظایف ذاتی خودشون رو انجام بدن ممکنه نتونیم به هدفمون برسیم. مثلا یه بحث دیگه که وجود داشته اینه که میخوام بدونم چقدر جهتگیری ها به سمت این بوده که از خام فروشی واقعا جلوگیری بشه و در واقع محصولاتی که به فناوری خوبی رسیدن اونها صادر بشن و این اتفاق بیفته. حالا یه بحثی هم که وجود داره در خصوص خام فروشی، بحث قاچاق. متاسفانه خیلی ها از طریق قاچاق و خیلی در واقع مسیرهای غیر رسمی اقدام به این کار میکنن و حالا محصولاتو به صورت خام در اختیار یک سری قرار میدن و اونها با قیمتهای چند برابر اقدام به صادرات میکنن. در این خصوص چه توجهی شده؟ اصلا جدی گرفته شده این قضیه؟ تأکیدی که مقام محترم معاون اول رئیس جمهور در افتتاحیه داشتن که ما در برنامه ششم بیم نگاه ویژه‌ای به فرار از خام فروشی داشته باشیم و تو همه زمینه ها به هر حال دستوری که مقام معظم رهبری دادن و در بحث اقتصاد دانشمندان و اقتصاد مقاومتی همین در همین راستا است. ما باید برنامه‌ریزی اون طوری باشه در کوتاه مدت شرایطی فراهم کنیم که خام فروشی رو نداشته باشیم. منابع غنی کشورمون را داریم به ارزان می‌فروشیم. این پاسخگویی داره برای نسل‌های آینده. قطعاً تو زمینه باید برنامه‌ریزی داشته باشیم که شرکت‌های دانش‌بنیانمون رو ارتقا بدیم، فعال کنیم که بتونن بحث تولید رو با فعال کردن واحدهای آرندی خودشون ارتقا بدن و به طرف محصول صادرات محصولات برین تا صادرات مواد خام. یکی از بازارهای خوبی که ممکنه وجود داشته باشه، یکی از محصولاتی که خوبی که ممکنه توی زمینه به هر حال بشه محصول محور توش کار کرد بحث گیاهانداری است. ما الان تو دوران گذشته بیشتر گیاه را صادر کردیم، اونم گیاه را با بسته‌بندی‌های نامناسب که در بازار جهانی ممکنه نگاه رو به محصولات ما را هم منفی کنه. خب خوشبختانه خب با توجه اینکه تو این حوزه ما شاهد این بودیم که حدودا 500 شرکت فعال شدن، امید درمون به وجود اومده که حداقل توی بحث گیاهانداری به سمت تولید محصولات یا داروهای گیاهی بریم که انشالله از خام فروشی دوری کنیم و انشالله شاهدی باشیم که بحث قاچاق محصولات که به صورت خام فروشی از کشور خارج میشه به تبدیل محصولات به هر حال کالاهایی در خصوص گیاهانداری تبدیل شه که ان شاءالله بتونه به صورت کالا صادر بشه. خب ان شاءالله برداشت قانونی میتونه از قاچاق و صدور غیر قانونی حالا محصولات فرآوری نشده به صورت خام جلوگیری کنه. این صدور مجوزها الان به چه صورته در خصوص برداشت گیاهان دارویی؟ خب گیاه دارویی که مجوزهای خاصی رو از باب مجاری بهداشتی نیاز نداره. خب این یک مسئله هست که امکان صادرات گیاه ها رو سهل فراهم میکنه، یعنی ما نه نیاز به مجاری وزارت بهداشت داریم نه استاندارد. خب گره کار کجاست که حالا محصولات خب محصولات خب به صورت بسته‌بندی توسط برها صادر کنندگان صورت معمولی صادر میشه اگر بخواد صورت بگیره، ولی ما ترغیب میکنیم که این صادرات رو به طرف محصول ببرن. ولی خب خاطر توجه این که نیاز به تاییدیه های خاصی وجود نداره، خب قاعدتا صادرات هم به صورت کالا غیر کالایی انجام میشه و باعث میشه که ما به صورت خام فروشی در این زمینه
هر حال کالا محصولات گیاهداری رو داشته باشه. خب با توجه به منابع و اعتبارات مناسبی که حالا در صندوق‌های مختلف برای حمایت از دانش و فناوری و در واقع علم صورت گرفته، بفرمایید که دست کم دیگه نباید مشکل حمایت مالی و موارد از این دست وجود داشته باشه، چون حالا برای اولین بار 1,000 میلیارد تومان اعتبار به صندوق نوآوری و شکوفایی هم تخصیص داده شده. در این خصوص توضیح بفرمایید که منابع و اعتبارات به چه صورته؟ ببینید قانون حمایت از شرکت‌های دانشمندان بودن 4 ساله مصوب شده در کشور، ولی خب عملیاتی نشد. در این قانون پیش بینی شده بود صندوقی به نام صندوق نوآوری شکوفایی برای حمایت از ورشن کپیتال ها، شرکت های خطرپذیر، شرکت های دانش بنیان ایجاد بشه. در این قانون پیش بینی شده سالیانه 1,000 میلیارد تومان منابع مالی از صندوق توسعه ملی به این مجموعه تزریق بشه که شرکت های دانش بنیان رو مورد حمایت قرار بده. خب این اتفاق متاسفانه نیفتاده در گذشته. در پایان سال 92 به نام تاکید رئیس جمهور محترم جناب دکتر روحانی منابع مالی در بودجه سال 93 پیش بینی شد برای این صندوق 1,000 میلیارد تومان تزریق شد. هیئت عاملی صندوق احکام خودش از آقای رئیس جمهور دریافت کردن، صندوق چک گرفت رسما و عملیاتی، و ما در پایان سال 92 شاهدی بودیم که تعداد اندکی شرکت دانش بنیان رسمیت پیدا کرد. عملا فعالیت این صندوق نمیتونست شکل بگیره با توجه که منابع مالی این صندوق میبایست فقط برای شرکت های دانش بنیانی که تاییدیه دانش بنیان از کارگروه ارزیابی و نظارت شرکت های دانش بنیان را دارن. خیلی از شرکت های دانش بنیان هست شدن چون تاییدیه نداشتن. خب نداشتن. خب ما این سرعت را با به هر حال فعال کردن کارگروه ارزیابی در معامل تعلیم فناوری افزایش دادیم. تونستیم در چند ماه گذشته شاهدی بودیم بیش از 800 شرکت تاییدیه بگیرن. تمام این شرکت ها ارجاع خوردن به صندوق نوآوری شکوفایی و بحث حمایت در شرکت های دانش بنیان در این صندوق شکل گرفت که خوشبختانه بررسی پرونده های شرکت ها در صندوق با سرعت در حال انجام و 20-30-40 میلیارد تومان تا الان پرداخت داشتیم و تمامی این شرکت هایی که تاییدیه گرفتن به هر حال در حال ارزیابی برای بحث حمایت هستند. ما امیدوار هستیم که بتونیم در پایان تا پایان سال 93 بالای 1500 تا 2000 شرکت را تاییدیه صادر کنیم که انشالله فضای حمایتی را در صندوق نوآوری برای این شرکت ها فراهم کنیم. در حوزه گیاهداری ما 40 شرکت تاییدیه داریم، ولی در این نمایشگاه احساس کردیم تعداد زیادی از شرکت هایی که حضور پیدا کردن شرایط تایید دانش بنیان شدن را دارن، لذا ازشون خواهش کردیم که اقدامات اولیه را برای ارسال مدارک خودشون داشته باشن که ما بتونیم به طور مستقل و با فایل مستقل انشالله بحث ارزیابی را داشته باشیم که از منابع صندوق نوآوری شکوفایی که منابع ارزان قیمتی است و با ضمانت‌نامه‌های بسیار سهل انشالله حمایت را داشته باشیم که بحث اصلی این شرکت ها قطعا بحث منابع مالیست برای تولید و بحث صادرات قطعا سرمایه درگریش میخوان که انشالله بتونیم از طریق این صندوق تامین کنیم. یعنی انشالله دیگه از لحاظ مالی مشکلی نخواهد داشت؟ اصلا مشکل نه. ما در معاملات علاوه بر این منابع مالی که در صندوق وجود داره، خطای اعتباری که از طریق بانک های به هر حال دولتی که از محل کارگزاری صندوق توسعه ملی وجود داره بالای 1500 میلیارد تومان هم خطای اعتباری ایجاد کردیم که بتونه در کنار منابع مالی صندوق نوآوری شکوفایی حمایت کنه از صنعت دانش بنیان و بنگاه دانش بنیان که انشاءالله این میتونه پاسخگوی تمام نیاز شرکت های دانش بنیان باشه. خب یه انتقاد دیگه که وجود داره اینه که چرا در کشور ما که سالانه 245 تن انواع گیاه دارویی تولید میشه اما هنوز بانک ژن جامع گیاهان دارویی تشکیل نشد؟ ما کاری که ستاد گیاهان دارویی ما کرد این که دو جلد کتاب از داروهای از گیاهان دارویی و بلخ از داروهای کمیاب که و بلخ از داروهایی که در حال انقراض هستن چاپ کرد و به شما عرض کنم که داریم الان این بانک جان این در دو جلد کتاب الان این عرضه شده و این اولین اقدام معاملت بود. خب ستاد گیاهان دارویی ما خب شناسایی کرده این گونه های دارویی رو و در ستاد موجود هست، ولی خب قابلیت عرضه به سرمایه گذاران وجود داره. خب قاعدتاً
شرایطی باید فراهم بشه که سرمایه‌گذاری در این حوزه برای سرمایه‌گذاران احساس سوددهی داشته باشه که بتونن ورود پیدا کنن به این قضیه. ما متاسفانه حالا در گذشته شاهدی بودیم که میدونی که به هر حال ابن سینا کتاب قانون پزشکی در پزشکی را داره. این کتاب به 19 زبان دنیا ترجمه شده بود اما خیلی استفاده نمیشد، ولی به زمان مادری امسال ترجمه شد و اینجای تأسف داشت و این کتاب که میتونست منبع خوبی برای پزشکان داخلی ما باشه تا الان انجام نشد، که در افتتاحیه نمایشگاه ما این کتاب را رونمایی کردیم. خب خیلی در گذشته نگاه ویژه‌ای به این حوزه نداشتیم که حالا ما توقع داشته باشیم که بانک منسجمی داشته باشیم که سرمایه گذاران ما بیان توی این حوزه سرمایه گذاری کنن، ولی سرعت رشد این حوزه بسیار خوب هست، امیدوار کننده است که ما بتونیم انشاءالله در افق 2 سال آینده جهش خوبی را توی این حوزه داشته باشیم، هم از باب ورود سرمایه گذاران به این حوزه، هم از باب تبدیل گیاه به داروهای گیاهی، و هم از این باب که فرهنگ سازی بکنیم در جامعه بحث فرهنگ سازی بسیار مهمه آقای دکتر. داروهای گیاهی دقیقا همونطوره، چون که متاسفانه مصرف زیاد و گاهی بی‌رویه حالا داروهای شیمیایی با وجود عوارض زیادی که داره، نمیدونم مردم ترجیح میدن به گیاهان داروی، حالا یا اعتماد وجود نداره اونطور که باشه یا پزشکان تجویز نمیکنن، به چی برمیگرده؟ خب ببین یک مقدار، خب قاعدتا مردم باید تاییدیه های علمی رو پشت اینها داشته باشن. تجویز پزشکان خیلی میتونه تاثیر به سزایی داشته باشه. خب متاسفانه این اتفاق نمیفته توی مجموعه پزشکی ما. حالا ممکن به این دلیل باشه که پزشکان ما تو حوزه گیاهان داروی خیلی تخصص ندارن و ریسک نمی کنن برای درمان بیماران خودشون. خب این میتونه یک عامل اساسی باشه تو این زمینه، که خب قاعدتا داشتن اطلاعات خیلی کمک میکنه به این قضیه. دو، فضای فرهنگ سازی جامعه میتونه خیلی به این کمک کنه، و ما در این نمایشگاه حضور پزشکانمون باعث شد که قاعدتا اعتماد مردم برای بحث ویزیت خیلی بالا بره و استقبال بالا باشه، که توسط ویزیت طب سنتی ما توسط پزشکان طب سنتی صورت می گرفت. خب خودتا وقتی احساس کنن که این درمان این بیماری های خودشون توسط افراد تحصیل کرده صورت می گیره، وقتی احساس کنن که تجویز داروهای گیاهی توسط پزشکان صورت می گیره، وقتی احساس کنن که مسئولین ما در حوزه بهداشت درمان به این حوزه توجه میکنن، وقتی احساس کنن که بیمه‌های ما اینها رو به عنوان دارو در سبد پوشش بیمیشون حمایت میکنن، اینها همه دست به دست هم میده که یک اعتماد در جامعه ایجاد بشه که مردم ما هم استقبال کنن. فکر میکنید همه این دست به دست دادن هایی که فرمودین چقدر زمان ببره؟ خب دیگه مسیر سختی رو طی میکنیم. ما حالا اشاره کردم بحث بیمه ای، چون با عنوان متولی این کار میخوام ازتون یعنی بپرسم که چقدر زمان بر هست این فرهنگ سازی بشه، این که پزشکان ما استفاده کنن، این که بیمه ها بیان حمایت کنن، همه اینها فکر میکنین چقدر زمان ببره؟ خالتا باید دوره طولانی رو طی نکنیم، چرا که در دنیا این شرایط فراهم شده. خب خالتا در کشورم ما هم با استقبالی که ما از این نمایشگاه داشتیم شاهد این بودیم. ما نمایشگاه یه گیاهانداری امسال رو در سطح نمایشگاه کتاب استقبالش بود، خب نشون میده که مردم اقبال کردن به این داروها و این گیاهانداری، ولی خب به هر حال بعضی موانع هم باید برداشته بشه از سر راه ما که بتونیم پاسخگوی مردم باشیم. ما اونو مثال به هر حال تاییدیه های مجموعه وزارت بهداشت، پوشش بیمه، ما تو بحث پوشش بیمه ضعف داریم، به هر حال بیمه های ما باید بپذیرن چیزی که مجموعه وزارت بهداشت تاییدی میده و عنوان دارو میشناسه. شما به عنوان متولین هم اقدام کردین؟ ستاد ما ورود داشته به این محصول. و بیمه ها چی گفتن؟ قاعدتا مذاکراتی داشتن، انشالله منجر به نتیجه خواهد شد، امیدوار کننده است انشالله. خب انشالله، حالا امیدواریم که در واقع همونطور که شما فرمودین زمان خیلی زیادی طول نکشه که این اتفاقات بیفته، با وجود حالا موارد و تمهیداتی که شما گفتین این انتظار رو هم داریم که در حوزه صادرات حداقل تا 2 سال آینده حرف زیادی برای گفتن داشته باشه. میخوام بدونم که در حال حاضر پیشتازان گیاهان دارو
این کدوم کشورها هست؟ ما با چه کشورهایی باید رقابت کنیم؟ خب کشور چین یکی از کشورهای بسیار موفق تو بحث گیاهان داروی است، ولی با این حال اقبال به گیاهان داروی ایران و داروهای گیاهان ایران در چین بسیار بالاست. یعنی ما یکی از کشورهای هدف خوب چین هست، ولی یکی از کشورهای موفق تو بحث گیاهان داروی داروهای گیاهی هم بازم چین هست. خب کشورهای اروپایی خیلی استفاده میکنن از گیاهان داروی، خیلی سرعت استفاده مردم این کشورها، یعنی فرهنگ استفاده از گیاهان داروی در کشورهای اروپایی خیلی بالا رفته. خب من جا داره اینجا اشاره کنم به بحث تولید این گیاهان در کشور، و میدونین که به هر حال تولید بعضی از محصولات نیاز به هزینه بالایی داره. شما برای تولید یک دونه هندونه 200 لیتر آب نیاز داره، ولی گیاهان داروی ما به صورت دیمی الان در کشور به هر حال آبیاری میشن، و ما بعضی محصولات رو فقط یک بار در سال آبیاری کنیم میتونیم برداشت کنیم. خب اقلیم های خیلی خاصی ممکنه نیاز نداشته باشه، در حالی که ظرفیت به هر حال این گیاهان در سراسر کشور وجود داره. بعضی نقاط در کشور وجود دارن که واقعا آب و هوای خاصی را دارن و میتونن تولید در این منطقه ها به هر حال واسه ارتقا بشه، منحصر به فرد کشور ما. بعد در جنوب استان کرمان منطقه جیرفت و کهنوج شاید این هستیم که در فصول مختلف میشه کش کرد، و خب به هر حال مردم این منطقه از کم آبی رنج میبرن، ولی اینکه کشت گیاهان دارویی در اونجا بسیار مستعد است، و اگر این اقبال به وجود بیاد و به هر حال جایگزین بعضی محصولات کشاورزی بشه، با توجه که مردم منطقه بسیار سخت کوشی هستن و کشاورزی بسیار پر رونق، قطعا میتونه تو بحث هم تولید هم بحث صادرات جایگزین خوبی برای بحث به هر حال کشاورزی منطقه. بحث شهرهای مختلفی در کشور ما وجود دارن که شرایط اقلیمی خوبی دارن. ما اشاره کردم به بحث گل محمدی، واقعا انحصاری است، یعنی خیلی جالب هست که ما تونستیم با یک شرکت 5% بگیریم. خب چون برنامه‌ریزی تو این مجموعه صورت گرفته، لذا میطلبه. پس ما با برنامه‌ریزی به هر چیزی که بخوایم میتونیم برسیم، ولی متاسفانه الان مشکلی که متوجه شدم اینه که عدم برنامه‌ریزی در کشور ما رو در خصوص تولید گیاهان داره. باید مجموعه وزارت جهاد کشاورزی ما تو این زمینه ورود خوبی داشته باشه، بتونه تو بعضی از محصولات گیاهان داروی جایگزین کنه توی تولید در کشور. ما برای بحث تولید گیاهان داروی باید اصالت برها تولیدهای دیمی برها به تولیدهای مکانیزه برسیم. میدونی که محصولات کشاورزی خب برای اینکه تولید بشن از آفتها دور باشن از سموم استفاده میشن، ولی گیاهان داروی نیاز به استفاده از سموم ندارن. یعنی شما هم بحث برها هزینه های کشت پایینه، آبیاری پایین است، و به شما عرض کنم که به هر حال برای سلامت جامعه قطعا به علت عدم استفاده از سموم میتونه اثرات بهتری هم داشته باشه. انشالله به هر حال با توجه به ظرفیت ها و توانایی هایی که کشور ما داره به لحاظ شرایط اقلیمی و طبیعی، امیدوارم که تا چند وقت آینده یه زمان خیلی کوتاهی اونطور که باید و شاید حرف برای گفتن داشته باشیم در خصوص صادرات گیاهان دارویی. بسیار بسیار محبت کردین از وقتی که به ما اختصاص دادین و به سوالات من پاسخ دادین. خواهش میکنم، متشکرم. تشکر میکنم. از شما بیننده عزیزم سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودین. اگر تمایل دارین که شهر مکتوب و روایت تصویری این برنامه را مجددا مشاهده کنید، به پایگاه اطلاع رسانی ما باشگاه خبرنگاران به آدرس yjc.ir مراجعه کنید. شب خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار. متشکرم آقای دکتر.